میخوایم با هم درباره کتاب بسیار خوب بروز و خواندنی در حوزه بازاریابی صحبت کنیم. کتاب نسل پنجم بازاریابی یا مارکتینگ 5 که در سال 2021 توسط آقای کاتلر و همکارانشون نوشته شده و یکی از جدیدترین کتاب‌ها در حوزه بازاریابی هستش. اما داستان این نسل پنجم بازاریابی از کجا شروع شده و اصلا کی بازاریابی به نسل پنجم رسید؟ در واقع اولین نسلی که ما در بازاریابی داشتیم نسل محصول محوری بود، یعنی ما یک محصول رو تولید میکردیم، وارد بازار میکردیم و مشتریان هم میخریدند بدون هیچ حق انتخاب خاصی. کم کم رقبا در بازار بیشتر میشن و ما مجبور میشیم سهم بازار رقبا رو برای خودمون داشته باشیم و بیایم وارد بازی رقابت بشیم. پس وارد نسل مشتری محوری میشیم و در واقع سعی میکنیم که مشتریان رو در بازار برای خودمون بکنیم. اما کم کم وارد نسل سوم بازاریابی شدیم، چیزی که سال 2010 آقای کاتلر در کتاب خودشون تحت عنوان مارکتینگ 3 به اون پرداختند، یعنی اصل انسان محوری. ایشون گفتن در نسل سوم بازاریابی شما باید به مفهوم انسان محوری توجه کنید، یعنی دیگه نمیشه فقط به مشتری به عنوان یک فردی که وارد معامله تجاری باهاش شدیم نگاه بکنیم و باید به این فرد به عنوان یک انسان با دغدغه هایی از جنس احساسات، ذهنیات و معنویات نگاه کرد و در واقع یک انسان سه‌بعدی رو باید فکر بکنیم که دارای روح و ذهن و احساس هستش. خب این کتاب برای سال 2010 بود و اون سال این کتاب مطرح شد، اما کم کم بعد از اون اتفاق توسعه فناوری دیجیتال رو ما شاهد بودیم و فضای مجازی گسترش بسیار زیادی پیدا کرد و به گونه ای شد که کسب و کارها مجبور شدن حجم زیادی از فعالیت هاشون رو وارد فضای مجازی کنن و اینجا بود که سال 2017 آقای کاتلر کتاب مارکتینگ 4 رو نوشتن و نسل چهارم بازاریابی رو معرفی کردن، نسل دیجیتالیزیشن یا دیجیتالی شدن. اما خب چرا در فاصله کمتر از 5 سال، از 2017 تا 2021، آقای کاتلر میان و کتاب پنجم می نویسن؟ در کتاب خودشون اشاره می کنن، میگن که تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاد، بحث هایی مثل ظهور نسل های جدید مثل نسل زد و نسل آلفا، اتفاقی مثل کرونا که خب رفتارهای دنیا رو تغییر داد، دو قطبی شدن جوامع به ثروتمند و فقیر و حذف شدن طبقه متوسط و دلایلی از این جنس باعث شد که به این فکر بیفتن که گویا نیاز هستش یک بازنگری در دیدگاه های مارکتینگ بشه و در واقع مارکتینگ 5 رو میتونیم ترکیبی از مارکتینگ 3 و مارکتینگ 4 بدونیم، یعنی انسانگرایی در فضای دیجیتال، یعنی اینکه ما چطور میتونیم از بستر دیجیتال، از فضای مجازی در خدمت بشریت و رفتارهای انسانی استفاده کنیم و اون پارادایم انسانی رو در فضای مجازی تجربه کنیم. برای همین زیر عنوان کتاب مارکتینگ 5 آقای کاتلر تکنولوژی فور هیومانیتی هستش، یعنی فناوری برای انسانیت یا بشریت. کتاب توسط نشر ادیبان روز ترجمه شده، ترجمه بسیار روان و خوبی داره و توسط یکی دو تا از اساتید برتر هم بازخوانی علمی شده و از نظر محتوا بسیار مورد تایید هستش. کتاب تقریبا در دقیقش رو خدمتتون میگم در 12 فصل و 5 بخش طبقه بندی شده و یکی از بحث‌های بسیار مهمی که کتابش پرداخته و من خودم خیلی دوست داشتم در فصل دوم به مفهوم شکاف نسل‌ها یا همون بحث جنریشن و نسل‌ها پرداخته که بسیار خواندنی هست و خیلی قشنگ اومده این نسل‌ها رو با نسل‌های بازاریابی تطبیق داده. دوستانی که علاقه دارن به دنیای بازاریابی، علاقه دارن به دانش به روز، حتما پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو تهیه کنن و بخونن تا متوجه بشند روند مارکتینگ در دنیا به کدوم سمت میره. و به عنوان جمله آخر لطفاً این حرف رو نزنید که
این حرفا که مال اون بره، ما هنوز به این نقطه نرسیدیم. نه، ما همین الان هم در ایران دوستان داریم با نسل زد تعامل میکنیم، کم کم نسل آلفا دارن وارد جمعیت کشور میشن و نسل زد و آلفا کاملا دیدگاه های متفاوتی به مارکتینگ و کسب و کار دارن و اگر شما آشنا نباشید با دیدگاه هایی که متخصصا درباره این نسل میگن، نمیتونید باشون تعامل خوبی داشته باشید. پس پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخرید، مطالعه کنید و اگر این کتاب رو خوندید دیدگاهاتون رو در کامنت ها با من به اشتراک بذارید. سپاسگزار، متشکرم.